دروازه های شهر بابله که کوروش بزرگ این قفل رو باز کرده و داره وارد شهر میشه و قفل رو پشت سر گذاشته. در واقع این قفل یه نماده، نمادی از شهر بابل، شهر بردگان، شهر قفل شده هموطن، شهر قلب‌های شکسته. کوروش بزرگ وقتی وارد شهر شد، زنجیرها رو از دست و پای بینوایان باز کرد. این یاور بزرگ همه قلب‌های شکسته رفت و به قلب‌های شکسته احترام گذاشت. نوازشش کرد. اینم قفل باز شده شهر بابل، شهر بردگان. لطفاً تشریف بیارید. اینجا شمدون هفت‌شاخه‌ای رو که ملاحظه می‌کنید نمادی از قوم یهوده و در زنجیر به معنای اسارت و بردگی قوم یهود در شهر بابل. یه برده یهودی رو زمین افتاده، یه برده‌دار با چوب می‌زندش و من اینجا سرنوشتشون رو با خط میخی تو پس زمینه این اثر نوشتم و کوروش بزرگ میره و این ملت‌های دربند و قوم یهود رو آزادشون می‌کنه. بهشون میگه شما همتون قابل احترام بود. میگه هیچ کس حق نداره شما رو چون ضعیف‌تر هستی تحقیرتون کنه و شما رو کنیز و برده خودش کنه. به قلب‌هاشون احترام میذاره، به فرزندانشون احترام میذاره. میگه هیچ کس حق نداره یک زن و کنیز نام بذاره، هیچ انسانی حق نداره انسان دیگر رو برده نام گذاری کنه. کسی غلام کسی نیست، همه انسان‌ها آزاد متولد میشن و خدای بزرگ آزادی رو به همه بشریت تقدیم کرد. لطفاً تشریف بیارید. از فاصله سمتری نگاه کنید عزیزای دلم، نگاه کنم بطن چقدر زیبایی، چقدر شکوه و جلال، چقدر عظمت و قدرت. سیمانی که اونجا دارن باش دیوار میسازن، ببین هموطن در دستان عشق و ایمان به چه درخشش و شکوه و خلوصی رسید. واقعا زیباست. اینجا اروپایی ها میان و در مقابل این اثر سر تعظیم فرود میارن، متحیرانه وای میسن و نگاه میکنن، میگن مگه ممکنه سیمان در دستان بشر به این شکل در، مگه ممکنه بشر بتونه همچین چیزایی هم بسازه؟ تعجب میکنن. فکر میکنن این گنجیه که از طریق بهشت اومده، از طریق خدای بزرگ خلق شده. ولی اونا نمیدونن که اینجا عشق و ایمان اینو به وجود، عشق و ایمان به راستی و درستی. بله، میگه راه در جهان یکیست و آن راه راستی است. میگه هر کسی در انتخاب دین خود آزاد است. کوروش بزرگ، این ما هستیم هموطن. آسون به دست نیومده، باید در حفظ و حراستش بکوشیم. دنیا بهش احترام میذاره. تورات و انجیل و قرآن، کتب آسمانی، نام کوروش بزرگ و در کتب آسمانی خودشون با احترام یاد کرد. همینطوره. بله بانو جون، در قرآن به عنوان ذوالقرنین و در تورات و انجیل مردی که ناجی بهش میگن، یهودی ها تو کتاب تورات بهش میگن ناجی. میگن ناجی انسان. اینو به عنوان ناجی میشناسن. باید بهش احترام گذاشتن بدن. این پدر یک ملت بزرگ ایران.